سلام بچه ها، به کانال کامیک فکتس خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز قراره با هم تاریخچه قدرتمندترین ابرقهرمان تاریخ یعنی سوپرمن رو با هم بررسی کنیم. این سوپر هیرو یک شخصیت خیالی در کامیک بوک های شرکت DC که داخل فیلم ها، انیمیشن ها و ویدیو گیم ها حتما اون رو دیدیم و باهاش کلی خاطره داریم. سوپرمن توسط جری سیگل که نویسندش بوده و جو شوستر که طراح اون هست خلق شد و برای اولین بار در نسخه شماره 1 مجله کمیک های اکشن جوان سال 1938 حضور پیدا کرد. معروفترین لقبی که نام این ابرقهرمان رو یدک میکشه مرد پولادینه. کال ال یا سوپرمن در سیاره کریپتون به دنیا میاد. پدر سوپرمن جور ال که یک دانشمند بوده و مادرش لارا متوجه میشن که سیارهشون در حال نابودیه و بعد از فهمیدن این موضوع برای حفظ جون فرزندشون اونو با یک سفینه به کره زمین میفرستن تا در امان باشه. سفینه‌ای که کال با اون به زمین فرستاده میشه در ایالت کانزاس در مزرعه‌ای که برای خانواده کنت بود، جاناتان و مارتا کنت فرود میاد. این زن و شوهر که بچه دار نمیشدن از لکلکا خواسته بودن که براشون یه بچه بیاره. اما خب لکلکا هیچ کاری نکردن، اما به جای اون یک سفینه فضایی، یک بچه خوشگل و گوگولی و مامانی میذاره تو کاسه اینا و اونا سوپرمن رو بزرگ میکنن. و اسمی که برای اون میذارن یعنی اسم زمینی سوپرمن کلارک کنت هست. همینطور که کلارک روش میکنه و بزرگ میشه، قدرت ها و توانایی اون هم تحت تاثیر انرژی و نور زرد خورشید قرار میگیره و افزایش پیدا میکرد. بعدها سوپرمن برای حفظ دوستان و اطرافیانش مجبور میشه که دوتا شخصیت داشته باشه. یک شخصیت ابرقهرمانانش، دو شخصیت عادی و اجتماعیش که این موضوع رو با کار کردن در روزنامه دیلی پلنت انجام میده. در اونجا داستان عشق و عاشقی سوپرمن شکل میگیره و رابطه احساسیش با همکارش لوئیس لین، خبرنگار روزنامه دیلی پلنت شکل میگیره که شخصیتی شجاع، زیبا و تیتر شکارکن داره. و کمی بعد با بزرگترین دشمنش یعنی لوتر آشنا میشه. خب حالا بیایید با هم 10 مورد از معروفترین و محبوبترین کامیک های سوپرمن رو بررسی کنیم. شماره 10، کامیک حق طبیعی. خب حتما شما به این فکر کردید که چقدر مردم شهری که سوپرمن توش زندگی میکنه میتونن اسکل باشن. یعنی به خاطر یک عینک فکر میکنن کلارک کنت یه آدم عادیه و سوپرمن یکی دیگه است. آخه چرا؟ داخل این کامیک دلیل نسبتا قابل قبولی به این موضوع داده شده. شماره 9، کامیک مرد پولادین. این کامیک در سال 1986 نوشته شد به این خاطر بوده که پیشینه سوپرمن را از نو بازنویسی کنه و یک سری از المان‌ها و ویژگی‌های غیر واقعی اونو از بین ببره. شرکت DC کامیکس به همین منظور با کمک و همکاری نویسنده به نام و مطرح کمپانی مارول یعنی جان بیرن اقدام به این کار کرد و موفق هم بود و در نهایت با بازخورد و واکنش خوب مخاطبانش روبرو شد. شماره 8، کامیک هویت مخفی. این کامیک طرح و ایده باحالی داره. چرا؟ چون که ابرقهرمانایی توی اون فقط کاراکترهای کامیک بوکی هستن و تو واقعیت وجود ندارن و شخصیت این کامیک کلارک کنت به خاطر اسمش توسط بچه ها مورد تمسخر قرار میگیره و با اسمش شوخی میکنن، ولی کمی بعد به این پی میبره که میتونه پرواز کنه و متوجه میشه که واقعا سوپرمنه. انصافا من خودم با ایده این کامیک خیلی حال کردم. شماره 7، برینیاک. خب برینیاک یکی از جذابترین و خطرناکترین دشمنهای سوپرمنه که توی این کامیک با همدیگه دست و پنجه نرم میکنن و به خاطر فضاهای اکشنی که اتفاق میفته و کشمکش ها و داستان زیبا و قوی اون خیلی خیلی مورد استقبال طرفدارا قرار گرفته. شماره 6، سوپرمن برای تمام فصول. این کامیک 4 قسمته که هر قسمت اون در یکی از فصلهای سال شکل گرفته. توسط جف لوب و تیم سیل نوشته شده که داخل اون شخصیت سوپرمن از دیدگاه اطرافیانش مخصوصا جاناتان کنت، لوئیس لین، لکس لوتر و لانا لانگ نشون داده میشه. دیالوگ نویسی این کامیک یک شاهکار کم نظیره که نمونه اونو میتونیم در کامیک پرطرفدار بتمن هالووین طولانی نوشته شده توسط همین نویسنده مشاهده کنیم. شماره 5، کامیک رد سان. باز هم یک ایده جالب و زیبا از سری کامیک های سوپرمن. همونطوری که میدونید سوپرمن نماد عدالت و دموکراسیه و توی این نسخه از کامیک نویسنده اون یعنی مارک میلار با یک خلاقیت ساده و جالب مسیر و موقعیت داستان رو عوض میکنه و جایی که سفینه سوپرمن در آمریکا روی زمین بشینه توی شوروی فرود میاد و داستان شروع میشه و اتفاقات و ارتباطات سوپرمن با دیگر ابرقهرمانای DC مثل واندر وومن و بتمن دستخوش تغییر میشه که در نوع خودش واقعا کامیک تحسین برانگیزی رو برای مخاطب خلق میکنه. شماره 4، کامیک سالیانه شماره 11.
نام داستان برای مردی که همه چیز دارد. در سال 1985 توسط الن مور در کامیک سالیانه شماره 11 چاپ شد. در این داستان سوپرمن با تمام شگفت‌انگیز بودن و قدرتایی که داره به رویای داشتن یک زندگی بهتر فکر میکنه. حالا براتون سوال شده چجوری؟ روز تولد سوپرمن، بتمن به همراه رابین و واندر وومن برای تبریک تولد سوپرمن به محل قرارگاه اون میرن و اونجا سوپرمن رو بیهوش میبینن که یک گیاهی هم به اون چسبیده. بعد از بهوش اومدن سوپرمن متوجه میشن که این گیاه توسط یکی از جنایتکارها و دشمناشون به اون چسبونده شده که باعث میشه آدم دیدی به زندگی و آرامشی که دنبالش هست پیدا کنه و رویای سوپرمن هم زندگی کردن کنار زن و بچه‌هاش توی سیاره کریپتون بوده و این رویا و میل رسیدن به اون هنگامی که دوستای سوپرمن در حال جنگ هستن تبدیل به یک کابوس میشه و اون رو تحت تاثیر قرار میده. شماره 3 Kingdom Come. داستان این کامیک در آینده اتفاق میفته، زمانی که اعضای لیگ عدالت بازنشسته شدن و دیگه سنی ازشون گذشته و گروه های یاغی و انتقام جو توی شهر جولان میدن و بی‌نظمی و هرج و مرج ایجاد کردن. همین موقع هست که با وخیم شدن اوزا واندر وومن پیش سوپرمن میره و اونو راضی میکنه که دوباره لیگ عدالت رو تشکیل بدن تا جلوی اون جوجه تبهکارا رو بگیرن. اما سوپرمن دیگه اون ابرقهرمان سابق نیست از وقتی که همسرش لوئیس لین به دست جوکر کشته شد. شماره 2 کامیک اول استار سوپرمن. این سری کامیک در سال 2005 در 12 نسخه عرضه شد. داستان اون از این قراره که سوپرمن متوجه میشه به خاطر قرار گرفتن در معرض تشعشعات خورشیدی فقط یک سال تا پایان عمرش باقی مونده و توی این یک سال فرصت داره تمام کارهای نیمه تمومش رو کامل کنه. این کامیک خیلی سریع پیش میره ولی با این اوصاف دارای یک پایان درخشان و زیباست که تمام مخاطبین رو شگفت زده میکنه. شماره 1 کامیک چه بر سر مرد فردا خواهد آمد. خب اما بهترین نسخه کامیک های سوپرمن اینجاست. یک اثر حماسی و عاطفی و درجه 1. داستان چه بر سر مرد فردا خواهد آمد توسط مور در دو قسمت، قسمت اول در کامیک شماره 423 سوپرمن چاپ شد و قسمت دومش در شماره 583 اکشن کامیکس. مرد فردا یکی از القاب سوپرمنه. داستان از زمانی نامعلوم در آینده شروع میشه که سوپرمن 10 ساله که ناپدید شده و یک گزارشگر سراغ لوئیس لین میره تا از اون درباره آخرین جنگ سوپرمن مصاحبه کنه و اینجا داستان فلش بک میخوره و میبینیم که سوپرمن درگیر جنگ با دشمنای معروفش است و برای حفظ جون عزیزانش اونها رو از اون محیط دور میکنه و به جنگ با دشمنش که ترکیب لکس لوتر و برینیاک هست میپردازه. ولی بعد معلوم میشه قضیه چیز دیگه‌ای بوده و یک دشمن دیگه‌ای در کاره. این کامیک خیلی خیلی جذابه که حتما اونو براتون در آینده تعریف کنم. خب اینم از لیست 10 کامیک برتر سوپرمن و در آخر میخوام فیلم های سوپرمن رو بهتون معرفی کنم. سوپرمن 1 با بازی کریستوفر ریو و مارلون براندو، سوپرمن 2، سوپرمن 3، سوپرمن 4 در جستجوی صلح، مرد پولادین، بتمن علیه سوپرمن، طلوع عدالت، لیگ عدالت. خب امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوهای ما رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.